وقتی صحبت از بخش خصوصی در دنیا میشه، منظور بخشایی از اقتصاد کشور هست که دولت هیچ دخالتی در تصمیم گیری اونها نداره. اما در ایران تحت حاکمیت آخوندها اسمای مختلفی برای به اصطلاح بخش خصوصی درست شده. اسامی مثل خودمانی سازی، خصولتی که منظورش هم خصوصی هست هم دولتی، شبه دولتی و امثال اینها. چرا؟ برای اینکه چیزی به اسم بخش خصوصی وجود نداره و خلاصه هرچی که هست یا سپاه یا آستان قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و امثال اینها که در واقع همشون دولتی هستند، همشون حکومتی هستند، اما به اسم بخش خصوصی اقتصاد ایران رو توی چنگ خودشون گرفتن. حالا میخوان نفت رو هم به چنین بخشای خصوصی بدن. چرا؟ گزارش رو همکارانم تهیه کردن که با هم ببینیم. اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی گفت نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی نفت بخرد صادر کند. به میزانی که نیاز داشته باشیم بخش خصوصی در تناژهای مختلف وارد عرضه شده است. الان هم روزی 60,000 بشکه نفت در بورس خریداری می شود. اینکه چرا دولت آخوند روحانی دست به چنین اقدامی زده به وضعیت آشفته و پریشان اقتصادی آن برمیگردد. چون ترامپ اعلام کرد تا 4 نوامبر یعنی 13 آبان 97 صادرات نفت ایران را متوقف خواهد کرد. این موضوع اقتصاد متکی بر نفت رژیم را به فروپاشی خواهد کشاند. در این راستا رویتر گزارش کرد کره جنوبی برای اولین بار از سال 2012 تا کنون اقدام به توقف بارگیری نفت ایران در ماه ژوئیه کرد. ژاپن خرید نفت ایران را مشروط به معافیت آمریکا کرد. هند خرید نفت از ایران را کاهش داد. شرکت ریالنس اینداستریز هند، مالک بزرگترین مجتمع پالایشگاه‌های این کشور، به دلیل تحریم‌های جدید اعلام شده از سوی آمریکا علیه تهران، قصد دارد واردات نفت از ایران را متوقف کند. این اقدامات نشان می‌دهد که عزم آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران جدی است و این کشورها آن را جدی گرفتند. دولت روحانی با مشکلات بسیار حادی در زمینه اقتصادی اجتماعی روبروست. جهانگیری در این زمینه گفت: اینام این مشکلات مثل یک اتاق باروتی است، یک اتاق گازی است که یک جرقه نیاز داره که جرقه زده بشه یک اتفاقی بیفته. آ جرقه هم گاهی اوقات میتونه یه تلاطم باشه. با این درجه از مشکلات و با اقتصادی که فقط به نفت وابسته است، دولت روحانی باید به هر قیمت نفت بفروشد. به همین دلیل برای فرار از تحریم‌های نفتی که در انتظارش میباشد، دست به این اقدام غارتگرانه زده است. سوال اصلی این است که نتیجه عملی این کار چه خواهد بود؟ رژیم در این زمینه در دهه 80 تجربه دارد. بابک زنجانی و دار و دسته‌اش قرار بود که تحریم‌ها را دور بزنند و برای رژیم نفت بفروشند. آنها در تلاش برای این کار با استفاده از شرکت‌های کشتیرانی کشورهای گمنام این کار را می‌کردند و نفت می‌فروختند. بخشی را هم البته قاچاق می‌کردند. بابک زنجانی در این زمینه و البته حق به جانب در دادگاه گفت: مانند دزدان دریایی چند روزی توی دریا بودم که نفت را بفروشم. یکی از همدستان بابک زنجانی، فردی به نام مهندس شمس با تابعیت انگلیسی بود که کار این فرد پیدا کردن شرکت‌های کشتیرانی برای همکاری بود. در یک نمونه او در کشور مالت یک شرکت کشتیرانی پیدا کرد و با آن کار می‌کرد. در ماجرای فروش نفت توسط بابک زنجانی و همدستانش، سرمایه‌های این کشور توسط مشتی از وابستگان به حکومت به غارت می‌رفت. به عنوان مثال یکی از اتهامات مهدی شمس این بود که 1,200,000,000 یورو را اختلاس کرده بود. یا بابک زنجانی در دادگاه اعتراف کرد که 22 میلیارد یورو پول نقد دارد. 22 میلیارد یورو یعنی 25 میلیارد و 872 میلیون دلار که این رقم بیش از یارانه 5 سال ایرانی هاست. یعنی میزان دزدی به واقع نجومی است. از آنجا که در ایران چیزی به نام بخش خصوصی وجود ندارد و به قول آخوند روحانی بخش خصوصی خصولتی است، بخش خصوصی در واقع سپاه پاسداران است که تمام شرکت‌های بزرگ و کوچک را بلعیده. آخوند روحانی می‌خواهد نفت را هم تماماً در حلقوم سپاه بریزد و از سپاه سهم خودش را بگیرد. البته بخشی را هم به آقازاده‌ها و مهره‌های خودشان خواهد داد. در بحث جنگ باندی بر سر دو تابعیتی هایی در بدنه دولت نوبخت گفت:
من فقط سربسته بهتون بگم بخشی از ابزارهامون رو سوزوندیم، سربسته ازش میگذرن. همینایی که وقتی شما تحریم میشید چه کار باید بکنید؟ مسیر رسمی که بهتون جواب نمیده، اون وقت حالا دیگه. در نتیجه با این سیاست غارتگری های بسیار بیشتری از سرمایه های کشور ایجاد خواهد شد و بابک زنجانی های بیشتری در این عرصه تولید خواهد شد. شاید بتوان در یک مقایسه با امر فروش ارز دولتی نتیجه این کار را دید. از ما به تفاوت قیمت ارز دولتی یعنی دلار 4200 تومانی با قیمت بازار، عده‌ای از این امتیاز ویژه میلیاردها تومان به جیب زدند. سلیمی نماینده مجلس رژیم در این زمینه اعتراف کرد که یک راند 110 هزار میلیارد تومانی ایجاد شده است و ده ها بابک زنجانی تولید شده است. اما وقتی پای نفت به میان می آید، یعنی صدها میلیارد دلار سرمایه‌ای که توسط سپاه و آقازاده‌ها قرار است به یغما برود و هرگز چیزی به مردم ایران نخواهد رسید، چون هیچ کشوری را نمی‌توان با قاچاق و راه‌های غیرقانونی اداره کرد. اینها تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای است که فقط جیب مشتی از مهره‌ها و کارگزاران رژیم را پر می‌کند.